کلمه شیر چهار تا دندانه داره این یک این دو این سه این, ش... این برای شین سه تا دندانه است برای یه هم یکی درسته خب تو این حالتی که ما میخوایم خوش بنویسیم این سه تا دندانه تیزه دندانه چهارم دیگه مثل این نیست اینجا یه شکست ایجاد میشه این میشه دندانه یعنی کلمه شیر و کلمه سیر به این حالت نوشته میشه من یه بار دیگه می نویسم دقت کنید به این حالت می نویسیم کلمه شیر یا کلمه سبز یا کلمه سیر یا کلمه سپر یک کلمه که یاد بگیرید انگار چند کلمه یاد گرفتید این سه تا تیزه از اینجا با یک حالت شکسته شدن میریم به سمت پایین این میشه کلمه شیر یادتون باشه این ره با این ره فرق داره این ره بهش میگیم ره مرغی ببینید این ره بهش میگیم ره مرغی با این ره که رها میشه فرق داره این قدش طولش بلندتره نصفش هم میره زیر خط زمینه ولی ره مرغی میشینه روی خط زمینه مثلا اگر یه دونه حرفم بهش وصل شد مثلا شد کلمه هر یا چرا این بازم روی خط زمینه هست دیگه زیر خط زمینه نمیره ولی کلمه شیر با این ره نمی نویسیم با رهی که رها میشه با رهی که میره به سمت پایین با این ره بلندتر می یه بار دیگه کلمه شیر می نویسم دقت کنید عزیزانی که از طریق کانال های ما فیلم آموزشی رو دنبال میکنید می میتونید برای شرکت در کلاس ها اگر برای فرزندانتون هست عبارت آموزش خط برای دبستانی ها و اگر برای خودتون هست میتونید آموزش خط خودکاری بزرگسال یا آموزش خط تحریری بفرستید و اگر به خط نسخ با خودکار علاقه مندید نمونه کارهای ما را در یوتیوب دنبال کنید مشاهده کنید و برای شرکت در کلاس خط نسخ با خودکار میتونید عبارت آموزش خط نسخ با خودکار را ارسال کنید